فریده قطبی، مشهور به فریده دیبا، مادر فرح پهلوی، مادر بزرگ رضا پهلوی و همسر سهراب دیبا از افسران ارتش شاهنشاهی ایران بود. فریده قطبی فرزند باقر امجد و سلطان در 11 بهمن 1298 خورشیدی در لاهیجان زاده شد. نسب او به قطب الدین شریف لاهیجی، صوفی و مفسر قرآن میرسد. او در مدرسه ژاندارک تهران درس خواند که راهبه های فرانسویان را اداره می کردن. سلام دوستان، به کانال داستان‌های ایران خوش اومدید. مرسی که کانال ما رو انتخاب کردید. اگه هنوز عضو این کانال نیستید، با زدن دکمه سابسکرایب عضو کانال ما بشید و برای اینکه از آخرین ویدیوهای ما قبل از همه اطلاع پیدا کنید، زنگوله کنارش رو بزنید. خانم قطبی در فروردین 1316 با یک افسر ارتش شاهنشاهی به نام سهراب دیبا ازدواج کرد. سهراب دیبا فرزند مهدی خان دیبا و نوه نظام العلمای تبریزی سال 1278 خورشیدی در شهر تبریز متولد شد. نسبتش به خاندان طباطبایی دیبا که از خاندانهای سرشناس آذربایجان و تبریز بودن می رسید. او در دانشکده افسری سن پترزبورگ به تحصیل پرداخت و پس از انقلاب اکتبر به فرانسه رفت و در آنجا دیپلم متوسطه اش را گرفت و تحصیلات عالی خود را در رشته حقوق آغاز کرد. سپس به مدرسه نظامی سنسیر رفت و بعد از به پایان رساندن تحصیلاتش به ایران بازگشت و در ارتش نوین ایران استخدام شد. فریده یک سال بعد از ازدواج همسرش به تبریز منتقل شد و او هم با همسرش به تبریز رفت. در 22 مهر 1317 آنها صاحب دختری به نام فرح شدند. سهراب دیبا بعدها بر اثر ابتلا به سرطان معده در سال 1326 درگذشت. بعد از چند سال فریده دیبا و فرح به خانه محمد علی قطبی برادر فریده در تهران رفتند و با خانواده او زندگی کردند. محمد علی قطبی کار ساختمانی می کرد و با وجود درآمد کم مخارج زندگی همسرش لوئیز بختیاری، فریده دیبا، پسرش رضا و فرح را در تهران فراهم کرد و او را برای ادامه تحصیل در رشته معماری به فرانسه فرستاد. برخی از پژوهشگران ماجرای ازدواج فرح دیبا با پادشاه ایران را به داستان مشهور سیندرلا تشبیه کردند که در آن دختری رنج دیده اما با آرزوهای بزرگ رویایش به حقیقت می پیوندد و به یک بار شهبانوی ایران می شود. اردشیر زاهدی نقش وزیر اعظم داستان را ایفا می کند. سرانجام فرح دیبا در منزل شهناز پهلوی در حصارک با محمد رضا شاه پهلوی دیدار می کند و وی را تحت تاثیر قرار می دهد و یک هفته بعد از آن شاه به فرح پیشنهاد ازدواج می دهد. نامزدی محمد رضا شاه پهلوی و فرح پهلوی در 3 آبان سال 38 بود. امام جمعه تهران سید حسن امامی خطبه عقد آنها را خواند. با ازدواج ملک فرح و محمد رضا شاه پهلوی، فریده قطبی نیز از خانواده پهلوی شد. با زادروز نوه‌های وی رضا شاه، فرحناز، علیرضا و لیلا موقعیت او استحکام پیدا کرد. با ازدواج فرح، یگانه فرزند فریده او هم تنها شد. لذا فرح برای رفع تنهایی خود و مادرش او را به دربار آورد تا دلتنگی نکند. حسین فردوس در خاطراتش وضعیت جدید دیباها را چنین بیان می کند. با ازدواج محمد رضا با فرح دیبا وضع این خانواده به کلی تغییر کرد. از سراسر کشور هرچه دیبا بود با در دست داشتن شجره نامه دیبا برای دست یافتن به منابع مالی و مناصب بالا به کاخ مراجعه می کردند. فریده دیبا در طول حضورش در دربار پهلوی سفرهای زیادی در داخل و خارج کشور داشت، ولی در بیشتر سفرهای فرح هم با او همراه بود. سفرهای داخلی فریده مثل اکثر درباریان به مناطق خوش آب و هوای شمال کشور بود یا سفر به جزیره کیش که در ایام تعطیلات نوروزی صورت می گرفت. او در مازندران هم کاخی داشت که بیشتر در تابستان از آنجا استفاده می کرد، اما سفرهای خارجی او متعدد و مستمر بود. فریده دیبا قبل از ازدواج دخترش از ایران خارج نشده بود، اما با ملکه شدن فرح او همین فرصت را پیدا کرد که به اقصی نقاط جهان سفر کند.
او معمولاً در سفرهای دست جمعی خانواده شاهی به سن موریس در زمستان حضور داشت که تمام هزینه های این سفرها توسط دربار تأمین می شد. سفرهای رسمی و شخصی او به کشورهای مختلف معمولاً با هزینه دولت انجام می گرفت. این سفرها یا به دلیل علاقه شخصی یا به بهانه دعوت دیگر کشورها صورت می گرفت. در یکی از این دعوتنامه ها آمده بود: حضور مبارک سرکار علی بانو فریده دیبا با کمال احترام مرقوم می دارد. در مورد دعوتنامه همسر حضرت رئیس جمهور هند از سرکار علیه برای مسافرت به آن کشور، همانطور که مقرر فرموده بودند به سفارت هند اطلاع داده شده که سرکار علیه از 16 تا 23 اکتبر 1973 به هند مسافرت خواهند فرمود و مراتب را به همین نفر به استحضار همسر حضرت رئیس جمهور هند خواهند رساند. برنامه این سفر بدین شرح اعلام شد: روز اول ملاقات با خانم گری رئیس جمهور هند، روز دوم ملاقات با خانم گاندی نخست وزیر و سپس بازدید از مرکز صنایع دستی و موزه هند در دهلی نو، روز سوم بازدید از یکی از روستاهای نزدیک شهر دهلی، روز چهارم و پنجم سفر به آگرا واقع در 160 کیلومتری دهلی و بازدید از تاج محل و سایر نقاط دیدنی آنجا، سپس به جیپور و قلعه امیر و آثار تاریخی دوره مغول، روز ششم سفر به بمبئی، روز هشتم به پونا. در ادامه ذکر شده هرگاه سرکار علیه مایل باشند توقف خود را در هند برای مدت بیشتری ادامه دهند، با خوشبختی آماده‌اند برنامه دیگری، مثلا برای مسافرت به جنوب هند و دیدار از شهر مایسور که به خصوص از لحاظ دو معبد مهم هند به اسامی هلدید و بلور مربوط به قرن ششم معروف است تنظیم نمایند. با وقوع انقلاب 57 فریده دیبا هم مثل تنها فرزندش و نوادگانش ایران را ترک کرد. فریده قطبی در نوامبر 2000 در پاریس درگذشت. 7 ماه بعد از مرگ فریده قطبی، لیلا پهلوی کوچکترین نوه‌اش هم در کنار قبرش دفن شد. بعد از انقلاب 57 یک کتاب خاطرات جعلی منسوب به فریده دیبا با عنوان دخترم فرح در ایران منتشر شد. پژوهشگران این کتاب را صراحتاً نامعتبر دانستند و این کتاب را جدی نگرفتند. فرح پهلوی درباره این کتاب چنین گفته: ظاهراً کتاب‌های زیادی به اسم من، مادرم، ملکه مادر و برادران شاه در جمهوری اسلامی چاپ می‌شود که همگی ساختگی است. بعد از اینکه کتاب من در خارج به فارسی چاپ شد، در جمهوری اسلامی 2 جلد کتاب به نام دختر یتیم نوشته فرح پهلوی چاپ کردند که ساختگی است. حتی کتاب دخترم فرح که به اسم مادرم چاپ شده هم جعلی است و مادرم هرگز خاطراتی ننوشته. تازه در این کتاب نوشتن ترجمه انگلیسی، در حالی که مادرم هیچگاه انگلیسی صحبت نمی کرد. دوستان عزیز، ممنونیم که با لایک کردن و گذاشتن کامنت از ما حمایت میکنید. اگر میخواید از آخرین ویدیوهای ما باخبر بشید، کانال ما رو سابسکرایب کنید و زنگوله کنارش رو بزنید. تا برنامه بعدی، بدرود.